در این آموزش قصد داریم یه تابه بنویسیم با نام myInt که بیاد یه انتگرال کراندار رو برامون، انتگرال معین رو مشخص کنه و محاسبه کنه با استفاده از جمع پایین ریمان با n تقسیم، بیاد برامون این محاسبات رو انجام بده. حالا تابعی که ما میخوایم محاسبه رو برامون انجام بده اینجا تعریف میکنیم، راست کلیک نیو فانکشن اسمش رو میذاریم myInt که بیاد برامون انتگرال محاسبه کنه، واردش میشیم، میگیم به عنوان پارامتر ورودی سه تا میخوایم ورودی داشته باشه، A B و N. در واقع میگیم انتگرال از A تا B با محاسبه بشه و ناحیه رو به N قسمت بیاد تقسیم بکنه و خروجی رو بیاد و در متغیری مثلا با نام S قرار بده، میاد خروجی رو در متغیری با نام S قرار میده. حالا میایم در داخل تابه و یک سری محاسبات رو مینویسیم. مثلا میگیم که تابمون به این صورت باشه که H برابر باشه با B منهای A تقسیم بر N. در واقع استپ های حرکتی ما هست که برای جمع پایین ریمان بهش نیاز داریم. حالا قبلش یه توضیحی بدیم که ما میخوایم چی رو محاسبه کنیم. میخوایم Y برابر با X به توان X به علاوه X رو محاسبه کنیم، یعنی میخوایم انتگرالی محاسبه کنیم که بیاد این تابه رو برامون توی محدوده خاصی محاسبه کنه با استفاده از جمع پایین ریمان. برای همین منظور ما اومدیم این تابه رو نوشتیم. S رو برابر با 0 قرار میدیم، در واقع ما مجموعمون میخواد در S قرار بگیره. R رو در ابتدا برابر با مقدار A قرار میدیم و یک حلقه تعریف میکنیم، میگیم که I برابر با از 1 تا N، حلقمون رو به این صورت تعریف میکنیم. میگیم K برابر با R به توان شیفت و 6 به توان R به علاوه R. در واقع این همون X به توان X به علاوه X هست که میخواییم برامون محاسبه کنه. در ابتدا Rمون برابر با A هست. این نکته رو باید توجه داشته باشیم که R در ابتدا برابر با A هست. S رو برابر بده با هرچی که توش هست به علاوه مقدار K ضرب در مقدار H، یعنی میاد K رو ضرب میکنه در استپ حرکتی ما یا به عبارتی عرض اون مستطیل مربوط به جمع پایین ریمان. و حالا بیا R رو که مقدارش در ابتدا A بود برابر بده با R به علاوه H، بیا مقداری حرکت کن به سمت جلو. خب الان در نهایت مقداری که در S قرار میگیره حاصل جمع انتگرال خواهد بود. ما میایم تعریف میکنیم، مثلا این تابمون رو نوشتیم myInt. حالا میگیم myInt پرانتز باز از 1 تا عدد 3 با 100 تا زیر تقسیم کردن مستطیلی برامون محاسبه کن، برامون عدد 17 ممیز 4470 رو محاسبه میکنه. بنابراین ما اینجا دیدیم که چطور میتونیم یک انتگرال معین رو خودمون محاسبه کنیم و از روش های عددی که برای محاسبه کردن انتگرال وجود داره استفاده کنیم.